سلام عزیزان، میخوام جوانه حبوبات رو آموزش بدم. من برای ماش فرقی نمیکنه، برای هر حبوباتی از قوطی شیر یا آب میوه استفاده میکنم. روش خیلی راحتیه، بعد از 4 روز میتونین جوانه داشته باشین. بعد از اینی که ماش رو تمیز شستم چند آب، اونو داخل یه ظرف بزرگتر میریزم. 2 لیوان آب نیاز داریم، یه آب سرد، آب معمولی که از شیر اونو آب کردم، و 1 لیوان آب جوش که از آبی که توی کتری بوده و در حال جوش بوده استفاده کردم. این 2 لیوان آبو روی ماش میریزم. و بعد برای مدت 2 الی 3 ساعت میذارم تا ماش خیس بخوره. یه مقداری 100 گرم ماشی که ما داریم و خیسش کردم برای 1 قوطی 1 لیتری شیر یا آب میوه کافیه و اینو پرش میکنه. 4 طرف گوشه های این قوطی رو با قیچی سوراخ میکنم. این اندازه ای کافیه. در ضمن اینو بگم که قبل از استفاده من کاملا اینو شستم و هیچ چربی داخلش نداره. 2 ساعت بعد از اینی که ماشو خیس کردم آب اونو خالی میکنم و اونا رو به وسیله یه دونه نایلون، البته من به وسیله این کیسه نایلونی این کار رو میکنم، میتونین از هر چیزی، کاغذ یا اینکه قیف استفاده کنین، و ماش رو داخل قوطی بریزین. بعد یه گوشه اونو یه خورده برش میدن. و به این شکل ماش رو داخل قوطی می‌ریزم. بعد از اینی که ماش رو کامل داخل قوطی ریختم، در اونو محکم می‌بندم و اونو برعکس برای مدت 5 دقیقه داخل آب می‌ذارم تا یه مقداری آب داخلش بره. بعد از 5 دقیقه اونو بر میدارم، آبش خالی بشه کامل. روزی 2 بار این عمل رو باید انجام بدین، یعنی اینکه قوطی رو توی تشت آب بذارین تا داخل اون آب بره، برای مدت 5 دقیقه توی تشت باشه، و بعد که آبش خالی شد اونو توی محیط آشپزخونه میذاریم تا جوانمون به عمل بیاد. الان دقیقا 20 ساعت از زمانی که من اینو گذاشتم میگذره. ببینم حالا به چه شکلی در اومدن جوانه هامون. این دقیقا بعد از 20 ساعته، البته بعضی از اونا هنوز جوانه نزدن ولی دیر نشده. امروز روز دومه و میخوام ببینم جوانه هامون به چه شکلی در اومدن. روز دوم جوانه ها به این شکل در اومدن. فقط یادتون باشه هر روز 2 بار حدود 5 دقیقه آب داخل ظرفمون میکنیم و خالی میکنیم. دوستان عزیز، امروز روز سومه و دیگه به اون طریقی که داخل تشت
آب داخل قوطی می کردم اون کار رو انجام نمیدم، به خاطر اینی که جوانه های ما تقریبا قوطی رو داره پر میکنه و اون مقدار آب کفاف خیس خوردنش رو نمیکنه. برای این من قوطی رو توی یه ظرفی میذارم و تا سر اون پر آب میکنم. در قوطی رو همچنان میبندم و بعد از 5 دقیقه دوباره آب قوطی رو خالیش میکنم. سلام عزیزان، امروز صبح روز چهارمه، همینجور که میبینین تا سر جعبمون پر شده. همینطور که ملاحظه میکنین یه روش خوب و راحت برای جوانه زدنه و با 100 گرم ماش ببینین که همه جوانه داریم. دوستایی که میخوان برای عید سبزه سبز کنن به این طریق میتونن جوانه حبوباتشون، حالا هرچی هست، هرچی میخوان بذارن، گندم یا ماش، عدس و هر چیزی دیگه که میخوان بذارن، به این طریق جوانه بزنه و بعد اونو توی ظرفی که میخوان سبزشون رو بریزن و مراقبت های بعدی رو انجام بدن برای سبزشون. من یه مقدار از این جوانه ها رو برای اینکه سبز داشته باشم برای نوروز، چون نزدیکه، داخل این ظرف میریزم. امروز دومین روزه که جوانه ها رو داخل ظرف ریختم برای سبز کردن سبزه و یه مقداری شروع کردم به سبز شدن. هر موقع احساس کردین این پارچه‌ای که روی جوانه ها گذاشتین داره خشک میشه، خیسش کنین و اینکه روزی دو بار کامل روش آب بریزین و بعد از چند دقیقه آب ظرف رو دوباره خالی کنین. امروز روز سومیه که جوانه ها داخل ظرف ریخته شدن. روکش رو بر میدارم. از روز سوم سبزه رو جایی بذارین که نور خورشید هم داشته باشه. امروز صبح روز چهارم هم اینجور که میبینین یه مقداری سبزه هامون دارن روش میکنن. صبح روز پنجم مقدار بیشتری از جوانه ها سبز شدن. امروز پایان روز ششمه. امروز پایان روز هفتمه و من سبزه به این پرپشتی و بلندی دارم. عزیزان گلم، خدا نگهدارتون.